سلام دوستان، چطورید؟ به یکی دیگه از ویدیوهای ما خوش اومدید. همونجور که قبلا بهتون گفته بودم تو یک ویدیوی کوتاه، متاسفانه من حالا چند ماهی هستش که درگیر آلرژی شدم و دکتر هم من کرده که داخل سالن بدون ماسک حضور داشته باشم. بنابراین موقع فیلم برداری هم نمیشه ماسک گذاشت و صحبت کرد، خودتون بهتر میدونید. بنابراین اومدیم فعلا یک محیط خارج از سالن، حالا صدا که کمتر هستش، خیلی دوستان گله من بودن که صدای پرنده ها اذیت میکنن، اینجا در خدمتتون هستیم. میدونم کیفیت نور، کیفیت تصویر هنوز مطلوب نیستش، خودم میدونم هنوز دکور ناقص هستش، اینا کم کم ارتقا داده میشه و بهتر میشه. به بزرگی خودتون فعلا ببخشید و چاره ای ندارم که به فکر سلامتیم باشه. خب دوستان، موضوعی که من امروز انتخاب کردم در مورد سرکه سیب هستش که در رژیم غذایی پرندگان خیلی خیلی مؤثر هستش و میتونه کمک خیلی زیادی بکنه، که امروز میخوام در موردش کامل صحبت بکنیم و اینکه خواصش و چه مشکلاتی میتونه رفع بکنه، چه پیشگیری هایی میتونه بکنه و اینکه طریقه مصرفش به چه صورت هستش. حتما تا انتهای ویدیو رو تماشا بکنید. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. خب دوستان، سرکه سیب یکی از ماده های غذایی هستش که میتونید در رژیم غذایی پرنده‌هاتون استفاده بکنید. دوستانی که در رژیم غذایی پرنده‌هاشون سرکه سیب رو استفاده میکنن به صورت مرتب، بیماری های گوارشیشون خیلی کم میشه توی پرنده‌ها، مخصوصا ورم روده که خیلی خیلی دوستان درگیرش هستن، مخصوصا قنداری بازها تا تکون میخوره پرندهشون دچار ورم روده میشه. سرکه سیب خیلی کمک کننده هستش و پیشگیری کننده هستش. دوستانی که سرکه سیب رو استفاده میکنن برای پرندهشون، پرندهشون خیلی کمتر دچار کوکسیدیوز، همون بیماری های انگلی میشه. و اینکه سرکه سیب خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی داره و این میتونه که سیستم ایمنی بدن پرنده رو تقویت بکنه. ببینید، آب اسیدی شده توسط سرکه سیب باعث افزایش اشتهای پرنده میشه، همچنین فرایند هضم رو افزایش میده و راحت تر میکنه. ببینید، زمانی که جوجه سرلاکی ها نمیتونن هضم بکنن و سرلاک داخل چونهشون میمونه ساعت های طولانی، به همین دلیل هستش ما میایم از سرکه سیب کمک میگیریم، چون این باعث میشه که فرایند هضم راحت تر بشه و سریعتر این سرلاک داخل چینتون انباشته شده و مونده راحت تر هضم بشه. سرکه سیب باکتری های مضر و بیماریزا رو کاهش میده، از اون طرف باکتری های مفید رو افزایش میده، یعنی یه جورایی مثل پروبیوتیک عمل میکنه، ولی نمیتونه جایگزین پروبیوتیک باشه. حتما در نظر داشته باشید پروبیوتیک جای خودش و سرکه سیب هم جای خودش. دوستان توجه داشته باشید که سرکه سیب نمیتونه درمان کننده بیماری های سخت باشه، ولی استفاده در رژیم غذایی پرندهاتون باعث پیشگیری خیلی از بیماری ها میشه. البته این هم بهتون بگم، بیماری های جزئی که تازه شروع شده رو میتونید با سرکه سیب کاملا درمان بکنید، مثل ورم روده های جزئی، مشکلات گوارشی جزئی. ولی اینکه حالا پرنده ورم روده حاد گرفته شده باشه، اصلا فکرش هم نکنید که بتونید با سرکه سیب کاملا درمان بکنید. سرکه سیب میتونه مینرال های مهم مثل کلسیم، فسفر، آهن، پتاسیم و سایر مینرال هایی که مهم هستن رو برای بدن پرنده به صورت جزئی فراهم بکنه، ولی به این صورت باز نیستش که شما فکر بکنید کاملا تامین کننده باشه. نه، به صورت جزئی میتونه این موارد رو تامین بکنه. و اما خواص سرکه سیب به اینجا ختم نمیشه. از سرکه سیب میتونید به عنوان یک ضد عفونی کننده طبیعی استفاده بکنید، برای شستشوی لوازم پرنده ها، برای ضد عفونی کردن سبزیجات و میوه‌جات پرنده ها میتونید استفاده بکنید، همچنین برای تمیز کردن و شفافیت پرهای پرنده. هر از گاهی میتونید داخل وان آبتنیشون حدود 2 سی‌سی سرکه سیب اضافه بکنید، خیلی کمک کننده هستش، هم برای پیشگیری از شپشک خوبه، هم برای شفافیت و تمیز کردن بالهای پرنده. و اما برسیم به طریقه مصرف سرکه سیب.
دوستان هر 10 روز یک بار یا هفته یک بار میتونید از سرکه سیب استفاده بکنید. سرکه سیبتونم حتما سعی بکنید طبیعی باشه. میتونید از عطاری ها سرکه سیب طبیعی تهیه بکنید و برای پرنده هاتون استفاده بکنید. دوز مصرفی سرکه سیب برای پرنده ها حدود 5 الی 10 قطره میتونید داخل آبخوری 100 سی سی استفاده بکنید. اگر تعداد پرنده هاتون زیاده میشه 5 سی سی در 1 لیتر آب. و اما یک نکته خیلی خیلی مهم که خیلی دوستان رعایت نمی کنن و خیلی جا میبینم هم بهش اشاره نمیشه. ببینید دوستان، حتما زمانی که میخواد از سرکه سیب استفاده بکنید چک کنید، توجه داشته باشید که اون آبخوریتون کاملا تمیز باشه. خیلی از دوستان اصلا آبخوریشون رو که تمیز نمی کنن، داخلش یه حالت لیز میشه، خزه میبنده، رسوب میکنه. اینها خیلی خطرناک میتونه باشه. چرا؟ چون که سرکه سیب آب رو اسیدی میکنه و این باعث میشه که تمام اون رسوب با تمام اون کثیفی ها داخل آب بدتر حل بشه و به جای اینکه پرندتون رو به بهبود بره بدتر بیمار بشه. پس این نکته رو حتما دقت داشته باشید. قبلش حتما قشنگ آبخوریتون رو بشورید، ضد عفونی بکنید و بعد بیاد از سرکه سیب استفاده بکنید. دوستان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. میدونم کیفیت تصویر اوکی نبود، همه اینها رو میدونم، به بزرگی خودتون ببخشید. اینا رو من سعی میکنم روز به روز ارتقا بدم. و اینکه اگر از این ویدیو خوشت اومد و مفید بود برات، لایک بزن و اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید که به محض انتشار ویدیو سریع باخبر بشید و بیاید ویدیو جدیدم ببینید. خیلی خیلی چاکریم، تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.